سلام، خوش اومدین به پرژن رپ. یزدان هستم و امروز هم قسمت 8 برنامه گوش رپ رو با هم شروع کنیم. برو بریم. خب، خبر اول این هفته رو شروع میکنیم با لیل ییس. لیل ییس رپر 25 ساله آمریکایی که توی هفته گذشته به طرز مرموزی کشته شد. متاسفانه هر هفته داریم راجع به قتل یا خودکشی یکی از رپرهای آمریکایی صحبت میکنیم و این داستان همچنان ادامه داره. این هفته لیل ییس به طور مرموزی کشته شد. و حالا چرا میگم مرموز؟ داستان از این قرار بوده که لیل ییس و چند تا از دوستاش با هم جمع شده بودن و یه جای مهمونی داشتن و لیل ییس از اون محل خارج میشه و میگه که من زود برمیگردم، ولی یک ساعت و نیم بعد جسدش رو تو قسمت جنوبی خلیج سان فرانسیسکو پیدا کردن که هنوز که هنوز هیچ اطلاعاتی راجع به این قتل نیست. حالا عجیب بودن مرگ لیل ییس مربوط به این میشه که لیل ییس کلا با همه اوکی بوده و دشمن خاصی نداشته، برای همین کشته شدن و این قتلی که الان اتفاق افتاده واقعا عجیبه. اما خبر بعدیمون راجع به رادی ریچه. رادی ریچ هفته‌ای که گذشت سینگل ترک جدید The Box رو منتشر کرد که یه فروش عجیب غریب داشت و یه چیزی حدود 6 میلیون دلار برای لیبلی که باش کار میکنه که این بوسی بعد از که یه تیری به پاش خورده بود و حتی تا مرز این که پاش از بدنش جدا بکنن شایع بود، الان یه ویدیو از خودش منتشر کرده که توی جشن تولد خودش داره میخونه، حالش خوبه خوبه. بریم ببینیم ویدیو رو. اما خبر بعدیم راجع به تراویس اسکات. تراویس اسکات به نظر من یکی از موفق ترین آرتیستای آمریکاییه. عکس تراویس اسکات روی مجله فوربز قرار گرفت هفته گذشته. مجله فوربز با تراویس اسکات درباره همکاریاش با شرکت‌های بزرگی مثل پلی‌استیشن، جنرال میلز، مکدونالدز و فورتنایت مصاحبه کرد. تراویس اسکات امسال فقط با همین همکاری تجاریش 100 میلیون دلار کسب درآمد داشت. اما خبر بعدیمون راجع به دی گیم. هفته‌ای که گذشت تولد دی گیم بود و بچه‌هاش حسابی سورپرایزش کردن و یه ماشین تسلا براش خریدن. هارلم پسر بزرگ دی گیم توی اینستاگرامش نوشته که پول این ماشین رو با جمع کردن پولایی که باباش به خودش و خواهر و برادرش داده تامین کردن. اما خبری که این هفته خیلی پخش شد این بود که ریانا و ایساپ روکی با هم قرار عاشقانه گذاشتن و این خبر یه جوری تیر خلاص بود تو قلب لیل اوزی ورت. لیل اوزی ورت که همه میدونن مدت‌هاست روی ریانا کراش داره، تنها کسی بود ریانا که توی اینستاگرامش فالو داشت و الان ریانا رو هم آنفالو کرده و کسی رو کلن تو اینستاگرام فالو نمیکنه. حتی پارسال لیل اوزیور تو جواب توییتی که نوشته بود لیل اوزیور سالهاست رو ریانا کراش داره، فکر میکنین شانسی داره که بهش برسه؟ جواب داده بود که معلومه که نه، اون حتی به من نگاه هم نمیکنه. اما خبر بعدیمون راجع به کودابیه. کودابی یکی از دوستای صمیمی 6ix9ine، رپری که هفته گذشته 54 ماه زندان محکوم شد. داستان این قضیه برمیگرده به وقتی 6ix9ine به کودابی پول داده بود که بره به چیف کیف شلیک بکنه، که البته به خاطر کرونا این چند وقت آزاد شده بود، ولی به خاطر عکس‌ها و ویدئوهایی که منتشر کرده بود و به خاطر موزیک ویدئوی جدیدش قاضی خواست که برگرده زندان و 54 ماه حالا فعلا باید آب خنک بخوره. اما یکی از مهمترین اتفاقاتی که هفته پیش افتاد مسابقه بوکس مایک تایسون و روی جونز جونیور بود که جفتشون بعد از سالها دوباره پا به رینگ گذاشتن. خب به همین مناسبت چند تا آرتیست اجرا داشتن از جمله ویز خلیفا، فرنچ مونتانا، وای جی و اسنوپ داگ. این مسابقه با نتیجه تساوی تموم شد و اسنوپ داگ هم کنار گزارشگر نشسته بود و نظر میداد به بازی. You just don't know until you get into that ring. You can look brave in the gym. You get into that ring, it's a whole different animal.
But it's not like sparring, right? Because the guy you sparring with kind of like you. He's your friend. اما این اتفاق خیلی به اسنوب چسبید و تصمیم گرفته که با گزارشگری خودش لیگ بوکس خودش رو همراه با صاحب برنامه شرکت تریلر راه بندازه و گفته که مسابقه اولش از مسابقه تایسون و جونز خفن‌تره. اما خبر بعدیمون راجع به کوداک بلک که هنوز توی زندانه و هفته گذشته تو آخرین روزهای ترامپ یه تیری زد تو تاریکی‌ها، گفته که اگه رئیس جمهور آزادم بکنه تو اولین سال آزادیم 1,000,000 دلار به خیریه کمک میکنه. اما خبر بعدیمون راجع به جیزیه. جیزی قراره که با همکاری ویل اسمیت یه فیلم دیگه برای نتفلیکس بسازن که داستانش برگرفته شده از یه رمانه. البته همکاری ویل اسمیت فقط به عنوان تهیه کننده است و بازیگری نمیکنه. و اما خبر آخره، اون خبر آخر راجع به ام جی کی توی گفتگوی بیفش با امینم و دلیل شنیده نشدن و فروش کم آلبوم هتل دیابلوش بیان کرده که به نظر من خیلی عجیبه، که به شخص من ام جی کی بعد از بیفش با امینم شناختم کلا و به نظرم امینم یه جوری نردبون ام جی کی بود، ولی خب ام جی کی برخلاف این فکر میکنه. خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردین. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوی بعدی. مخلص.